کدام عبارت به درستی ترجمه شده است؟ 4 تا عبارت داده، 4 تا ترجمه. قاعدتا این سوال زمان بیشتری رو از ما میگیره، ولی با حوصله شروع میکنیم به حل کردنش. از گزینه 1 شروع میکنیم. گفته ذالک شرطی مجدون یحفظ الامن فی بلادنا. میبینیم اسم اشاره داریم، بعدش یه اسمی اومده، بعدش فعل مضارع اومده. تک تک اینا رو بررسی میکنیم. میگه آن پلیس کوشا ذالک شرطی مجدون، کاملا درسته، امنیت رو در کشور ما حفظ میکند. فی بلادنا، کشور ما، حفظ میکند فعل مضارع من یحفظو، گزینه یک کاملا درسته، همین پاسخ منه. اما گزینه 2 3 4 رو میخوایم ببینیم چه ایرادایی داره. گزینه 2، سنخذ و قمیصن به لون ازرق من الصو. داره میگه س، دانش آموز من یاد گرفته تو سال 8 هر موقع س یا سوفه قبل از فعل مضارع بیاد اشاره به آینده داره، اما تو معنی من آینده ای نمیبینم که بخواد بگه خواهیم، گفته میخریم، در صورتی که اشتباه معنی کرده. از طرف دیگه لونون ازرق یعنی رنگ آبی، اما اینجا گفته رنگ سبز، پس گزینه 2 من رد میشه. گزینه 3، اولای که طلاب مجتهدونن نصر و زملائه هم. مهمه اولای که یه اسم اشاره است، اینجا معنی کرده آن، نکتهشو قبلا گفته بودیم، هر موقع بعد از اسم اشاره حرف ال بیاد اسم اشاره مفرد معنی میشه، درست معنی کرده آنو. اما در ادامه گفته دانش آموزان نی، دلیلی نداشت این یه رو بیاره، چون ال طلاب ال داره، کلمه‌ای که ال داره با یه معنی نمیشه برای شما، باید میگفت آن دانش آموزان. از طرف دیگه در ادامه جمله نگاه کنید به فعل نصرو، یه فعل ماضیه، فعل ماضی همونجوری که میدونید به زمان گذشته برمیگرده، اما اینجا آورده یاری میکنن، یعنی مضارع واسه من معنی کرده، پس این گزینه هم رد میشه. گزینه 4، اجئتم الی القریه فی یوم السبت من الاسبوع الماضی. تو ترجمهش گفته آیا در روز سه‌شنبه، من تو عبارت عربی دارم یوم السبت یعنی شنبه، پس این گزینه رد میشه، اشتباه است. پاسخ صحیح گزینه 1.